بر اساس نظرسنجی که مؤسسه گالوب در 145 کشور جهان انجام داده، به نظر میرسه که مردم جهان نسبت به گذشته نگران‌تر و غمگین‌ترن و درد و رنج بیشتری را تحمل می‌کنند. احساسات منفی مثل نگرانی، استرس، غم، خشم و دردهای جسمانی به بیشترین حد خودش تو طول تاریخ رسیده. با این وجود، عده کمی هستند که نسبت به سایر مردم دنیا استرس کمتر و زندگی شادتری دارند. راز شادی و خوشبختی این دسته از آدم ها چیه؟ این راز چیزیه که امروز میخواییم با هم بررسی و فاشش کنیم. سلام و درود میگم. سیاوش پاکزاد هستم و به واو ساکسس خوش اومدین. حالا بدون معطلی میریم سراغ این راز. دن بوتنر، محقق نشنال جیوگرافی و نویسنده پرفروش نیویورک تایمز، تمام 15 سال گذشته رو مشغول بررسی زندگی مردم سالمترین و شادترین کشورهای جهان بوده. اون دنبال این بود که به راز شادی و طول عمر این دسته از آدم ها پی ببره. بوتنر در کتاب درسایی از شادترین مردم جهان از سنگاپور، شهری در دانمارک به نام آلبرگ و کارتاگو، شهری در کاستاریکا به عنوان شادترین مناطق جهان یاد میکنه. به عنوان مثال، بوتنر متوجه شد که دانمارکیا زمان کافی برای پیدا کردن شغل مناسبشون رو دارن، چون تحصیلات عالی برای شهروندان دانمارک رایگانه و به طور میانگین 6 سال طول میکشه که دانشجوها از دانشگاه فارغ التحصیل بشن. علاوه بر این، ساعت کار در دانمارک خیلی کمتره. دانمارکی‌ها به طور میانگین 27 ساعت در هفته کار میکنن، در حالی که میانگین کار در آمریکا 34 ساعته. بنابراین مردم دانمارک وقت کافی برای باشگاه رفتن، وقت گذروندن با دوستان و خانواده و شرکت تو فعالیت‌های گروهی رو دارن. مردم دانمارک زمان زیادی رو صرف هیگه میکنن. هیگه در واقع هنر ریلکس کردن، آرامش داشتن و وقت گذرونی با عزیزانه. دانمارکی‌ها برای این کار آداب و رسوم خاصی دارن. اونا شمع روشن میکنن و اوقات فراغتشون رو با خانواده میگذرونن. بازی میکنن، مطالعه میکنن، به تعاملات اجتماعی میپردازن و اجازه نمیدن که دستگاه‌های الکترونیک و دیجیتال آرامششون رو به هم بزنه. یعنی موبایل و تلویزیون تعطیل. همونطور که گفتیم، مردم کاستاریکام جزو این مردمان شاد بودن. در مورد اونا، بوتنر متوجه شد که مردم کاستاریکا نزدیک به هم زندگی میکنن و از زندگی روزمرهشون لذت میبرن. مردم به همدیگه لبخند میزنن و با دوستا و همسایه های خودشون مدام در ارتباط و رفت آمدن. اونا هر روز دور هم جمع میشن و مسابقات ورزشی رو تماشا میکنن و موزیک گوش میکنن. اونا آخر هفته رو با خانوادهشون غذا میخورن و آداب و رسوم خاصی برای این غذا خوردن دارن. از طرف دیگه اون سر دنیا مردم سنگاپور داریم که اونا هم یکی از شادترین مردمان جهانن. مردم سنگاپور پایبند ارزشای کنفوسیوسی هستن و منفعت جمع رو به منفعت خودشون ترجیح میدن. اونا آرمانهای اجتماعی مثل شرافت خانوادگی، سخت کوشی و احترام به بزرگتر رو جزی از ارزشای خودشون میدونن و به اونا پایبندن. با وجود اینکه شاید به نظر برسه که این سه کشور با هم تفاوتهای زیادی دارن، اما بوتنر متوجه شد که همه اونا چند تا وجه اشتراک واضح با هم دارن. این وجه اشتراک ها چی بودن؟ امنیت مالی، جامعه قوی و زندگی معنادار و هدفمند. با تحقیق و بررسی عمیق، بوتنر به 6 درسی رسید که میشه از شادترین مردم دنیا یاد گرفت. 6 درسی که باهاش میتونین شادی و خوشبختی رو به خونتون بیارین. این 6 درس چیان؟ الان با هم بررسیشون میکنیم. اولین درسی که میتونین از شادترین مردمان جهان یاد بگیرین اینه که با آدمای شاد نشست و برخاست کنین. به گفته کریستا کیس، دانشمند علوم اجتماعی و محقق دانشگاه بیل، مهمترین و اصلی ترین محرک شادی و حال خوب هر آدمی شبکه ارتباطات و روابط اجتماعی اونه. این دانشمند میگه مثلا اگر یکی از دوستاتون که تو فاصله 5 کیلومتری شما زندگی میکنه از اتفاقی خوشحال بشه، احتمال اینکه شما هم خوشحال بشین 25%. علاوه بر این، مطالعه گسترده‌ای که در مورد گسترش احساسات تو شبکه‌های اجتماعی انجام شده نشون میده که احتمال اینکه غم و ناراحتی فرد دیگه‌ای به شما سرایت کنه 3 برابر احتمال شادی یک فرد خوشحاله. شاید این موضوع به ظاهر ساده به نظر برسه، اما درک اون سخته. پس باید چیکار کرد؟
تا جایی که ممکنه از آدمای منفی دوری کنین و در عوض دنبال رابطه با آدمای شاد باشین. حالا میریم سراغ درس دوم. یعنی تو محل کارتون یه دوست صمیمی داشته باشین. تقریبا یه سوم زندگی آدمای بالغ و بزرگسال تو محل کارشون میگذره. آدما معمولا تو خارج از ساعتای کار وقتشون رو با خانواده یا دوستاشون میگذرونن یا یه سری سرگرمی برای خودشون دارن. و این یعنی این که بیشتر زندگی شما تو محل کارتون سپری میشه و احتمالاً بخش قابل توجهی از شادی و حال خوبتون رو از محل کارتون و به ویژه همکاراتون میگیرین. بر اساس مطالعه‌ای که مؤسسه گالوپ روی 15 میلیون نفر از کارمندای سراسر جهان انجام داده، میزان بازدهی و فعالیت‌های کسایی که در محل کار یه دوست صمیمی دارن 7 برابر بیشتر از کسایی که هیچ دوستی تو محل کارشون ندارن. اگر با شغلتون حال نمی‌کنین، احتمالش هست که رابطه خوبی هم با همکاراتون نداشته باشین. اگر بتونین رابطه بهتری با همکاراتون برقرار کنین، شادی و حال خوبتون رو در دراز مدت افزایش میدین. حالا میریم سراغ سومین درس، یعنی سومین درسی که میتونین از شادترین مردمان جهان یاد بگیرین. اون چیه؟ اون اینه که تمرکزتون روی امنیت مالیتون باشه، نه رفاه. بر اساس تحقیقی که در سال 2015 انجام شد، این نتیجه به دست اومد که از هر 10 نفری که شاد هستن، 9 نفر اونا ثبات و امنیت مالی دارن. اما وقتی گزینه ثبات و امنیت مالی رو حذف می‌کنیم، می‌بینیم که از 10 نفر، 6 نفر میتونن بدون وضعیت مالی ثابت شاد باقی بمونن. مشکلات مالی عامل اصلی استرسن و روی سطح شادی تمام سطوح درآمدی تاثیر منفی مستقیم میذارن. یعنی این مهم نیست که درآمدت چقدره. اگه مشکلات مالی داشته باشی، استرس که داری هیچی، تازه باید دور شادیت هم خط بکشی. این مطالعه نشون میده کسایی که امور مالیشون رو به خوبی مدیریت میکنن، در مقایسه با کسایی که مدیریتی روی بودجهشون ندارن، کمتر دچار افسردگی، چاقی و حتی دیابت میشن. بنابراین بهترین راه برای شادی بیشتر از طریق پول اینه که روی امنیت مالی، پرداخت بدهی‌ها و پسنداز تمرکز کنین. بعدش اگر این مراحل رو طی کردین، برین سراغ مالاندوزی و میلیاردر شدن. وقتی ذهنتون درگیر مسائل مالی نباشه، شادی راحت‌تر سراغتون میاد. چهارمین درس، طبیعی پیش برین و با طبیعت در ارتباط باشین. اکثر مردم جهان روزانه با ماشین یا وسایل حمل و نقل عمومی رفت آمد میکنن و نمیدونن که همین ماشینا یکی از اصلی ترین چیزایی هستن که شادی روزانه‌مون رو از ما میگیرن. اما شادترین مردم جهان به جای استفاده از ماشین، پیاده روی یا دوچرخه سواری رو انتخاب می کنن. به عنوان مثال، تقریباً 50% از ساکنین کوپنهاگ دانمارک هر روز حدود 1 کیلومتر رکاب می زنن و با دوچرخه به محل کار یا مدرسهشون می رن. این کار نه تنها باعث میشه که سالم بمونن و تو هزینه هاشون صرفه جویی کنن، بلکه میزان استرس و استراب اونا رو هم کاهش میده و باعث میشه شادتر باشن. علاوه بر این، اگر به طور منظم پیاده روی و دوچرخه سواری کنین، ارتباطتون با طبیعت بیشتر هم میشه. جالبه بدونین بوتنر ادعا میکنه که کسایی که در نزدیکی آب، مثل رودخونه، دریاچه، دریا یا اقیانوس زندگی میکنن، از بقیه مردم 10% شادترن. اگر شما هم در کنار آب زندگی میکنین، تجربتون رو تو کامنت ها بنویسین. چون بوتنر میگه ارتباط مرتب و همیشگی ما با طبیعت باعث افزایش شادیمون میشه. حالا میریم سراغ پنجمین درس، یعنی در اجتماعاتی حضور داشته باشین که از حال خوب شما حمایت کنن. مسلماً مهمترین عاملی که باعث شادی ما میشه اجتماعیه که در اون قرار داریم. بوتنر استدلال میکنه که بودن در اجتماع یا جامعه قوی راز یک زندگی طولانی شاد و سالمه. شما نمیتونین به تنهایی شاد باشین. برای شاد و سالم بودن به یه محله شاد، دهکده شاد، شهر یا یه کشور شاد نیاز دارین. شما فقط زمانی میتونین زندگی شادتر و بهتری داشته باشین که دنیایی که در اون زندگی میکنین شما رو به سمت داشتن چنین زندگی هل بده. بنابراین بهتره دنبال گروه کوچیکی از آدم ها بگردین که در درجه اول خودشون سالم و شاد باشن و بعدش به سلامتی و شادی شما اهمیت بدن و دنبال این باشن که شما هم زندگی سالم و شادی داشته باشین.
ششمین و آخرین درسی که میتونین از شادترین مردمان جهان یاد بگیرین اینه که هدف و معنای زندگیتون رو پیدا کنین و روی دیگران تمرکز کنین. تلاش برای رسیدن به یه چیز معنادار و بزرگتر از خودمون یکی از منابع اصلی احساس رضایت و خوشبختیه. ریچارد لیدر، مشاور و متخصص زمینه معنا و هدف، میگه هدف و معنای زندگی شما جاییه بین ارزش‌های زندگیتون، کارهایی که دوست دارین انجام بدین، کارهایی که در انجام اونا مهارت دارین و کارهایی که باید انجام بدین. به همین ترتیب محبت‌هایی که به طور تصادفی در حق دیگران می‌کنین، بخشیدن پول به دیگران، داوطلب شدن برای کمک به دیگران و خیلی چیزای دیگه، همگی راهکارهای موثری هستن که شادی و حال خوب شما رو افزایش میدن. اگر تمرکزتون از روی خودتون بردارین و در عوض روی دیگران تمرکز کنین، بیشتر قدردان چیزایی که در حال حاضر دارین میشین و همین مسئله باعث میشه زندگی شادتری هم داشته باشین. در انتها باید بگم که واقعیت اینه که چیزی که باعث میشه مردم دانمارک، سنگاپور و کاستاریکا شادترین مردم دنیا باشن، ژنتیک یا توانایی ذاتی اونا نیست، بلکه بیشتر به این دلیله که اونا تو محیطی زندگی میکنن که برای شاد بودن و شادی کردن مناسبه و این اصلی ترین دلیل شادی اوناست. و همین دلیله که وقتی افراد آگاهانه و ارادی به دنبال شادی و حال خوب میرن، یعنی مثلا سعی میکنن مثبت اندیش باشن، به نتیجه نمیرسن که پایدار باشه و دووم بیاره. زود حال خوبشون مثل الکل میپره. یه راهکار بهتر برای شادی در طولانی مدت اینه که محیط اطرافتون و آدمای دور و برتون رو به نحوی تغییر بدین که همه چیز برای داشتن یک زندگی شاد مناسب و آماده باشه. اما گفتن این حرف راحته و عملی کردنش سخت. ولی شاد بودن و شاد موندنمون ارزش این همه سختی کشیدن رو داره. در انتها فراموش نکنین که این برنامه رو حتما با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارین. برای بررسی 7 اشتباه در صبح که کل روزتون رو خراب میکنه، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه فوق‌العاده رو ببینین. یادت باشه، فرصت ها اتفاق نمیافتن، تو خالق اونا هستی. پیروز و سلامت و سربلند باشین.